سلام خدمت همه شما عزیزان امیدوارم که حالتون عالی باشه و بم به انرژی باشید اسماعیلی هستم از کانال یوتیوب تکنولند در خدمت شما عزیزان هستم و با یک ویدیوی العاده دیگه اومدم که یک نرم افزار فوق العاده رو بهتون معرفی کنم قبل از اینکه بهتون بگم این نرم چیه باید بهتون بگم که خوراک همه افرادی که دارن این ویدیو رو مشاهده میکنن و قبل از اینکه به معرفی این نرم بپردازیم ازتون میخوام که لایک و کامنت و سابسکرایب کردن رو فراموش نکنید تا خستگی از سنمون در بره دمتون گرم توی این ویدیو قراره که یک نرم افزار خیلی کاربردی رو بهتون معرفی کنم نرم افزاری که تهمت های اضافی رو از سرتون در میاره و دیگه مردم بهتون تهمت نمیزنن که دارید کارهای بد رو انجام میدین و به همین دلیل چشماتون ضعیف شده و یا کچل شدین خب کچلی رو که این نرمافزار نمیتونه رفت کنه اما حداقل بهتون کمک میکنه که چشماتون سالمتر بمونن و نور آبی صفحتون رو فیلتر میکنه و باعث میشه که کمتر به چشاتون فشار بیاد و کمتر اذیت بشین اصلا اینجا با همین توضیحات کوتاه باید متوجه شده باشین که امروز میخوام یک نرمافزار رو بهتون معرفی کنم که باعث میشه نور صفحتون چی بشه فیلتر بشه و صفحتون نور آبیش کمتر بشه و کمتر چشمای شما عزیزان اذیت بشه و یا کمتر آسیب ببینه و واقعا این فوق است برای کسایی که کار برنامه نویسی انجام میدن کار تولید محتوا انجام میدن و یا برای کسایی که واقعا 24 ساعت پشت سیستم گیمرن و یا خوراک همه افرادی که الان دارن این ویدیو رو مشاهده میکنن نرم افزاری که ما برای این کار ازش استفاده میکنیم نرم افزاری هست با نام آیرس که میتونید اون رو از سایت های مختلف دانلود کنید اما حالا بریم به سراغ نصب و فعالسازی این نرم افزار و بریم به سراغ بررسی کاربورت های این نرم افزار. برای دانلود کردن این نرم افزار فوق فقط کافیه که وارد گوگل کرومتون بشید و جمله دانلود آیرس مینی رو سرچ بزنید بعد از سرچ زدن سایت های مختلفی براتون بالا میان که از طریق این سایت ها میتونید این نرم کاربردی رو دانلود کنید سایتی که من برای دانلود کردن نرم افزار ازش استفاده می کنم سایت soft98.ir هست حالا دلیل استفاده کردن برای دانلود نرم افزارها از این سافت 98 هم همینجا بهتون میگم سایت soft98.ir واقعا زیرساخت ای رو داره و همین زیرساخت خوب باعث شده که سرعت دانلود کردن از این سایت واقعا بالا باشه و این امر واقعا مهمه شما ممکنه که عجله داشته باشید و برای دانلود کردن نرم‌افزار هاتون وقت کافی نداشته باشین و بخواید با سرعت خیلی زیادی نرم‌افزار مورد نظرتون رو دانلود کنید سایت 98ir یکی از اون سایت هاییه که این ویژگی فوقلاد در رو داره ویژگی بعدی این سایت اینه که نرم افزارهای مختلف رو میتونید برای دیوایس های مختلف دانلود کنید و یا برای سیستم عامل های مختلف دانلود کنید برای مثال میتونید یک نرم که حالا هم برای اندروید موجوده هم برای iOS موجوده و یا هم برای لینوکس و و ویندوز و اینا موجوده رو همشون رو میتونید از طریق این سایت دانلود کنید و اون نرم افزار خاص رو برای هر سیستم عاملی دانلود کنید البته برای سیستم عامل هایی که این نرم افزار موجوده ویژگی بعدی این سایت اینه که نسخه های مختلف یک نرم رو در اختیارتون قرار میده به عنوان مثال شما نمی‌خواید نسخه 2020 فتوشاپ رو دانلود کنید چرا چون واقعا سنگینه و می‌خواید نسخه های قبلی مثلا 2010 12 یا 15 رو دانلود کنید این سایت کل نسخه های مختلف یک نرم رو براتون قرار داده و میتونید دانلود کنید و اما بخش جذاب و فوقلاده این وبسایت. اینه که آموزش نصب و کرک کردن اون نرمغزار رو براتون قرار داده و از طریق این تب میتونید یاد بگیرید که چجوری میتونید اون نرمغزار خاص رو کرک کنید و بدون خرید حالا اکانت از اون نرمغزار استفاده کنید که دیگه لازم نیست توی سایت های مختلف طریقه کرک کردن نرمغزار مختلف رو سرچ بزنید بگذاریم دیگه از این بیشتر راجع به این نرمافزار حرف نزنیم و راجع به این سایت حرف نزنیم بریم به سراغ خود نرمافزار آیرس من اینجا روی این بخش کلیک میکنم و نرمافزار رو دانلود میکنم بعد از دانلود کردن نرمافزار وارد فایل فشرده میشم و نرم افزاری که دانلود کردم رو نصب میکنم پسورد فایل های صاف 98 صاف 98 داد IR هست و من این پسورد رو کپی میکنم و روی اوکی کلیک میکنم حالا منتظر میمونم که این نرم بالا بیاد روی نکست و این دکمه کلیک میکنم و منتظر میمونم که نرم من نصب بشه توی بخش راهنمای نصب نرم و آموزش نصب و فعالسازی نوشته که نرم رو اجرا نکنید اما ما این ویژگی رو نداریم و این آیرس باید صد درصد نصب بشه و این خطای کرک نشدن برنامه براتون میاد و میگه باید لایسنس بخرید خب ما فعلا باش کاری نداریم میایم نرم رو میبندیم و همچنین از طریق این قسمت hidden icons میایم دوباره نرم افزار رو میبندیم حالا وارد پوشه کرک میشیم و این فایلی که اینجا قرار داره رو کپی میکنیم من روی کنترل سی یا ببخشید های کنترل سی رو فشار میدم و اینجا روی آیکون نرم افزار کلیک راست می کنم و اوپن فایل لوکیشن رو باز می کنم که وارد مسیر نصب نرم افزار بشم حالا اینجا فایلی که کپی کردم رو پیست می کنم خب مرسی که اینقدر سری جواب میدی پیست و اینجا میگه باز باید پسورد رو وارد کنی صاف 98.ir خب میبینیم که فایل ما با موفقیت پیست شد حالا دوباره یک کنترل آر میزنیم که اینجا ریلود بشه و این iris.exe رو انتخاب میکنیم کلیک راست و ران از ادمینستریتور خب اینجا روی یس yes کلیک میکنم و میبینیم که باز همین پیام میاد توی بخش راهنمای نرم افزار گفته که این پیام فعال نشدن نرم براتون میاد که البته بهش گوش ندین و فیک میتونید تا بعد از این نرم استفاده کنید اگر هم کرکش پرید میتونید از سایت های دیگه نسخه های مختلف این نرم رو دانلود کنیم بریم به سراغ بخش اصلی این نرم همین که وارد نرم شدین شد سب کنید که من نرم رو باز کنم یک صفحه اصلی براتون بالا میاد خب که این صفحه سیمپل هست از طریق اینجا میتونید مودهای مختلف رو انتخاب کنید و یا تایپ نرم رو انتخاب کنید و بگید که این نرم افزار چه جوری بیاد و نور صفحه شما رو فیلتر کنه شما الان در حال چه کاری هستین خوابیدین اگه خوابیدیم بیاین سلیپ رو انتخاب کنید گیمینگ داریم بازی میکنید یا چیکار میکنید یا ریدینگ دارین میخونید درس میخونید مطالعه میکنید یا چی بیاید تایپتون رو انتخاب کنید مثلا اگه دارین کد میزنید پروگرامینگ رو انتخاب کنید و روی سیو اند کلوز کلیک کنید و فیلتر کردن نور صفحه بسته به تایپی که انتخاب کردید تغییر میکنه که البته اینجا از طریق این آیکون مخفی هم میتونید همین کار رو انجام بدین خب من میام روی این آیکون مخفی کلیک میکنم و اینجا تایپم رو انتخاب میکنم به عنوان مثال سلیپ و یا ریدینگ و یا مثلا گیمینگ دارم بازی میکنم گیمینگ رو انتخاب میکنم یا دارم فیلم میبینم مووی رو انتخاب میکنم و میتونید تایپ های مختلف رو انتخاب کنید خب من دوباره نرم افزار رو بازش میکنم و بله اینجا میتونیم لوکیشن رو انتخاب کنیم میگه آقا تو توی ایران زندگی میکنی و این نرم افزار بر اساس لوکیشن میاد ساعت رو نگاه میکنه میگه آقا توی ایران از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد شب و هوا تاریکه پس من میام نور رو تنظیم میکنم و فیلتر میکنم اگر این لوکیشن انتخاب نشده بود میتونید وارد بخش ادوانس بشید و اینجا لوکیشن رو انتخاب کنید و طول و عرض جغرافیاییتون رو اینجا وارد کنید و لوکیشنتون رو هم آن کنید خب بگذریم از طریق تب ادوانسد میتونید حالا این نرم رو کاملا سفارشی سازی کنید و براش تایمر در نظر بگیرید و یا کارهای خیلی زیادی رو از طریق این تب ادوانسد انجام بدیم و این نرم رو کاملا سفارشی کنید به عنوان مثال میتونید زبان این نرم رو تغییر بدیم به زبانهای خاص که اگه اشتباه نکنم ایرانی توش وجود نداره بله عزیزان میتونید زبانش رو تغییر بدین و یا فیچرهای بعدی رو بهش اضافه کنید و یا هر کار دیگه ای رو با این نرم افزار انجام بدید به عنوان مثال میتونید بلو لایت رو تغییر بدین که نور آبی یا نور آبی صفحتون میزانش چقدر باشه daylight و یا نایت لایت میتونید به وسیله night لایت میزان نور آبی صفحتون رو برای شبها تغییر بدین و به وسیله دیلایت بیاین میزان نور آبی صفحتون رو برای روز تغییر بدین و میتونید حتی این تنظیمات رو ریست کنید و به حالت اولیه برگردونید عزیزان اگه با هر کدوم از این حالا منوها مشکل داشتید میتونید اینجا روی بخش راهنماش کلیک کنید و وارد سایت بشید و راهنمای این بخش یا این منو رو مطالعه کنید فکر نکنم که دیگه توضیح اضافی برای این نرمافزار وجود داشته باشه بخش مهم و اساسی این نرم افزار اینه که موقع کار کردن تایپ نور صفحتون رو تغییر بدین که مثلا دارین فیلم میبینید یا دوست دارید مثلا تایپش دارک باشه تیره باشه یا دارین برنامه نویسی میکنید بازی میکنید خوابیدید یا تایپ های مختلف رو تست کنید و یا این تایپ رو روی کاستم قرار بدین که بتونید سفارشی سازیش کنید امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و نهایت استفاده رو کرده باشین لایک و کامنت و سابسکرایب کردن رو فراموش نکنید این ویدیو رو برای بقیه دوستاتون بفرستین که عینکی نشین و خدایی نکرده بهتون تهمت کارهای بد رو نزنن میدونم که نور همین مانیتور هاست که به چشاتون فشار آورده و شما از آن بچه های مثبت و خوبی هستین و سراغ کارهای بد نمیرین که خدایی نکرده چشماتون ضعیف نشه و یا کچل نشین تا ویدیوهای بعدی همه شما از آن رو به خداوند بزرگ میسپارم و خدا نگهدار و یارتان شاد و پیروز و سربلند باشید